سیل در 6 ولسوالی هرات آسیب‌های جدی به کشاورزان و دامداران وارد کرده است. تنها در ولسوالی گذره گروه‌های امدادرسان و اداره مبارزه با حوادث طبیعی بیش از 500 تن را که در سیل گیر مانده بودند را نجات دادند. رئیس این اداره گفته است که هنوز آمار درستی از آسیب‌های وارد شده در دست نیست و اولویت آنان نجات جان کسانی است که در سیل گیر کرده بودند. در عملیات امداد نیروهای ارتش و پلیس هم همکاری می‌کنند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم آصف جاهد ببینید. وضعیتشان چندان تعریفی پس از نجات از سیل ندارد. مسئولان دولتی این شمار را که در روستاهای نزدیک به هریرود در سیل گیر مانده بودند را به ساختمان‌های باقی مانده از شرکت پنبه در پل هریرود انتقال دادند. آسیب دیدگان در اینجا میگویند که کمکی دریافت نکردند و شماری هم بیمارند که نیاز به درمان دارند. دولت آمد کمک ما به بلا وقت دادیم، جوار کار میکردیم، بعد لودر آمد به کمک ما، جوار هم همه کار کردم. بعد آمد مردم لنجر آمد، زن و بچه ما برداشتن جای بود، به نسب کمک رسیده به ما نرسیده. همه مردم ما وضعیت بخیر خراب شده، بعضی کمک های همه که وقتی که به روشنایی بود به اینا کمک هم رسید، همه مردمی که شوق به شوق بیامد رسیدگی نشد. هم گسپنده و هر زندگی سر هم چه پاشده به قد آیت بیاید که همون زمین هم آسای کنه، همون سر هم آسای کنه، همه تا جانه داریم که ما در با داریم خط بسریم بخوره. نه هاو نه نو نه ها چیه چی به در خود خونه که نمانده، همه ها ببرده به قد بیامی شما همه کار بکنی آیت بیاریم که سای کنه دیگه. باران و برف سنگین در دو روز گذشته آسیب‌های جدی به باشندگان 6 ولسوالی گذره، پشتون زرغون، ادرسکن، قوریان، چشت و اینجیل رسانده است. در گام نخست، امدادرسانان در ولسوالی گذره 500 تن را که در دو روستای هزارجریب و حسن آباد گیر مانده بودند را نجات دادند. در این عکس ها که هنگام نجات باشندگان این روستاها گرفته شده، نیروهای ارتش و پلیس را نشان می‌دهد که در امدادرسانی شرکت کردند. مسئولان در اداره مبارزه با حوادث طبیعی در هرات می‌گویند که در گام نخست هدفشان نجات جان آسیب دیدگان بوده و بسته‌های کمکی به بخشی از آنان رسیده و به زودی کمک‌هایی به آنانی که نیازمندند آغاز خواهد شد. هدف عاجل فعلا این است که کسایی که گیر ماندن اونا رو نجات داده شود، به سایه امن آورده شود، برای اونا کمپل، لباس گرم، پاپوش و مواد غذایی توزیع شود تا از تبعات حادثه جلوگیری شود. بعدن باز این تثبیت میشه توسط تیم‌های ارزیابی ما در سایه که چقدر خانواده خساره دیده، چی تعداد منزل مسکونی خساره دیده. یک روز پس از روان شدن سیل، گروه‌های برای پیمایش و سروی به ولسوالی‌های گوناگونی فرستاده شدند. تا کنین به درستی آشکار نیست که چه آسیب‌های سیل به جای گذاشته، ولی گمان می‌رود ده‌ها جریب زمین کشاورزی تخریب شده و صدها رسم مواشی از میان رفته است.